گفتم پاک هستید. در من بمانید و من در شما. همچنان که شاخه از خود نمیتواند میوه آورد اگر در تاک نماند. از ما بدون مسیح هیچ کاری نمیتونه. همچنین شما نیز اگر در من نمانید. بله. من تاک هستم. یه لحظه برش نظرت از یه نظر جان در اینجا کجا برد میکنم به روز عیزم از یه روز عیزم بشنبا همشه ما مزاهمشون هست. اگر من ایمان دارم به کار مسیح، پس در مسیح هستم، به توسط کلام خدا خدمتم رو انجام میدم، با فروتنی میپذیرم، عقلانی فکر نمی کنم، از دوربین نمی ترسم صورت پام نشه، از کلیسایی که درباره مسیح صحبت میکنه، درباره ایران صحبت میکنه نمی ترسم، مثل شما در ایران که ایستادید کنار مسیح، کنار من می ایستید و جنگی نمی کنید و مطمئن هستید که خدا در زندگیتون عمل میکنه، چون با مسیح هستید، اجازه نمیدید ترس و نگرانی شما رو بگیره و باعث اذیت شما بشه، باعث رنج شما بشه. شما کاملا مثل بچه‌ای که دست پدرش رو میگیره، از بین 10 تا بچه‌ای هم که دوزه اذیتش کردن احتمال داره بیان بزننش، با یک دلیلی جلو میره، شما مطمئن هستید که کمک شما خواهد کرد و خودفریبی نمیدید. گاهی هستش که ما میگیم ای بابا دیگه بعد از خدا شما رو خونده، خب شما باید این کارا رو بکنید. حالا خودت اذیت میشی، زنت اذیت میشه، دوستات اذیت میشن، رفتارم که اذیت میشه، من چه کار بوده؟ خدا من که نخونده، خدا همه رو خونده، شما سهمتون انجام نمیدید، شما خلای خالی تو کلیسا رو برای خدمت میبین انجام نمیدید، من دارم انجام میدم، خیلی هم دارم انجام میدم، شما باید انجام بدید. نمیتونی اینو توجیه کنی؟ تو از کجا کلام خدا نگفته که من یه عده‌ای رو فقط سوا میکنم؟ میگه به هر کسی عطایی دادم مطابق عطایی و استعداد خداوند رو میتونی خدمت کنی و در این مسیر قدم برداری. پس این گونه هم نیست، این گونه هم نیست که فکر کنی بگی خدا محبته دیگه، بالاخره خدا و محبت بعد از شما مرزبات همیشه تشویق میکنی اینا، خیلی به خدا محبته دیگه، خدا از سخت من نمیگیره، میدونه من همینه دیگه، جنبه بیشتر از این نیست، خدا بالاخره کمک هم، ولی یه گناهی هم داریم میکنه تمام میشه میره بیکارش. و این قصه قصه هستش که داریم سر خودمون کلا میذاریم و این اجازه رو میدیم که شیطون هم رو سر کار بذاره، چون شیطون داره میدونم بده این چی کار. تو یک جیم بعد از این که همه اومدن برن گناه هاشون داشتن لباس هاشون رو میپوشیدن، یه دفعه یکی از این موبایل که روی میز بود صداش در اومد، یه آقای نشین رو گرفت، یه خانمی هست میگه عزیزم من الان جلوی فروشگاهی هستم، گفتم این پالتو پوسه چقدر گرونه و 5000 دلاره 50% آب خورده. اوکی هستی؟ گفتم شاید بیزینس امروز خوب شده باشه، گفتی دارم یه کارایی میکنم، اگه اوکی هستی من 2500 بر بگیرم. خب باشه بگیر. من میگه پس بیزینس خیلی امروز خوب بوده. ببین این ماشین بنز آخرین سیستم که گفتم رنگ قرمز داره چقدر قشنگه، بذار من برم اینم ببینم، اگه فکر میکنی. میگه خب باشه اونم بگیر. میگه پس حتما واقعا امروز بیزینست خیلی خوبه. خب این خونه بغلی هم که داره میفروشه، ما خونهمونو بفروشیم، خونه دو برابر خونه ماست که اینم بخرم. میگه خب باشه برو اونم صحبت کن میخریم. بعد میگه خدا گوشی رو میذاره میگه این موبایل مال کی بود؟ اگه خیلی پوتی باری بکنی شیطون هم باید سر کار در مسیح و بذار مسیح در تو بمونه. اگه تو الان هم این کار رو نکردی هیچ اشکال نگه تو بس وفادار باشی برای من. نگاه خدا به من و توی که به مسیح ایمان آوردی بابد، چون برای ایران خدا برنامه بزرگ داره. باور که این حرف سیاسی نیست، این حرف کلام خداست. ما سفیران خدا هستیم، ما شاهزاده هستیم. اصلا خود هر نمایی بوی سیاسی میده یا نمیده؟ شاهزاده کیه؟ سفیر کیه؟ شما اگه برید از اینجا بیرون کسی که ایمان نداره میگه سفیر پیغام سفیر کسی هست که داره توی دولتی کار میکنه نمایندگی میکنه کشور میگه خب من و شما سفیریم. بابت ما چه مربوطه مسیح گفت سفیر؟ بله که ما تو این اعمال سیاسی هستیم، اما سیاست ما سیاست نیکه، بابت سیاست خود مسیحه که از ما محبته. آمین.